خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم تا این لحظه سال خوبی رو شروع کرده باشید. با برنامه مردان آهنی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که این برنامه تا امروز تونسته باشه نظر مساعد شما رو جلب کرده باشه. این برنامه رو تقدیم میکنیم با همکاری همه دوستانی که به ما کمک کردن که این برنامه به نحو احسن انجام بشه. از شرکت تیراژ ماشین هم بسیار سپاسگزاریم که حمایت‌های بسیار خوبی رو از این برنامه به عمل آوردن تا برنامه مردان آهنین به مانند گذشته جذاب و دلنشین تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند بشه. طبق سالهای گذشته دو داور بسیار ارزشمند داریم، جناب آقای فرامرز خودنگاه، داور بین‌المللی و رئیس کمیته قوی‌ترین مردان ایران، و جناب آقای مهراب فاطمی، قهرمان 4 دوره، یکی از ورزشکاران با اخلاق ما در دوره‌های گذشته و دبیر کمیته قوی‌ترین مردان ایران، که خوش آمد میگم. خیلی متشکرم. قربان، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، سال نو رو تبریک می‌گم خدمتشون. ما در این دوره مسابقات تفاوت زیادی داریم، چون این دوره مسابقات گروه مقدماتی ما به 2 گروه تقسیم شدن. ما به گروه زوج و گروه فرد شدن و گروه فرد یک سری آیتم‌های مختلف رو انجام میدن و گروه زوج هم یک سری. اینا تعادلش رعایت شده؟ بله، تعادلش تقریبا رعایت شده و این دوستان هم به صورت قرعه کشی به هر گروه میافتن. یعنی دوستان ورزشکار هم سرگروهشون قرعه کشی کردن، به گروه زوج افتادن، بعضی از گروه ها به گروه فرد. به هر حال مسابقات جذاب هست، خیلی یه تنوعش هم خوب باشه. برای اولین بارم در دوره مقدماتی فقط اینجوری هست؟ بله، فقط در دوره مقدماتی. بسیار متشکرم. جای فاطمی، خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، سالونم تبریک میگم خدمتشون، در خصوص ورزشکاران. ورزشکاران این رشته، رشته قدرتی، باید 3 فاکتور در نظر داشته باشن: قدرت و استقامت و سرعت. و این ستا رو باید در نظر داشته باشن تا انشالله بتونن موفق باشن. از لحاظ ذهنی هم باید آمادگی باشن. بله، 100%، چون آیتممون سرعتی قدرتی هستش. بسیار متشکرم. خیلی ممنونیم با داوران عزیز و شما بینندگان عزیز و ارجمند. آشنا میشیم با گروه 6 مسابقات مردان آهنی. خواهش میکنم تشویق حضار و گروه 6 به صحنه تشریف بیارن. خیلی متشکر. سرگروه گروه 6 آقای حمید قرایی هستن. معرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بینندگان عزیز، سال نو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. انشالله که سال خوبی و پربرکتی داشته باشم. 22 سال سن دارم، از تهران شرکت میکنم. با این دوره میشه 4 دوره حضورم تو مسابقات مردان آهنی. 2 دورهش فینالیست بودم، 1 دورهش به علت آسیب دیدگی رفت مسابقات کناره گیری کردم. و خدمتتون عرض بکنم که مشاور شما هم که دیگه حتما عارضه بوده. یا همین صد درصد هم جفتشون فینال امسال هستی انشالله؟ سال گذشته خیلی خوب بودی. زور میزه، ما هر سال زور میزنیم. حالا میگیم توکل به خدا که اینطوری باشه. خیلی متشکر. سیاوش برفان، مرد اخلاق 2 سال گذشته ما. با سلام، عید نوروز رو تمام هموطنانم تبریک عرض میکنم، به خصوص هموطنای شهرستانی هم شهرستان همدان. امیدوارم که سال خوبی داشته باشن و به خاطر زحماتی که برای من کشیدن دستشون رو میبوسم. 24 سال سنمه، 109 کیلو وزنمه. دومین بار تو این دوره مسابقه شرکت میکنم. و سال اون 2 سال پیش که به عنوان مرد اخلاق بودی، سعی میکنی که اخلاق رو هم حفظ بکنی. اخلاق و دست مربی آقای علیرضا بانکی درد احمد زیاد کشیدن. امسال فینال میبینیم؟ سعی میکنم انشالله. آقای حبیب الله کریمی، سال نو رو به بینندگان عزیز تبریک میگم. دومین دورم شرکت میکنم، وزنم 105 کیلوه. همین. از 27 سال سن، از ربات کریم. بله. مربیتون؟ آقای یزدان راد بودن. انشالله که موفق باشید. میبینیم فینال شما رو. سعی میکنیم. سعی خودمون. موفق باشید. اما جناب آقای حسین مصدق، من سال نو رو تبریک میگم به تمام ایرانیان و به خصوص همشهریای عزیزم مشهدیا، و جا داره همینجا از آقای محسن پهلوان مقدم تشکر کنم که خیلی زحمات زیادی برای شخص من کشیده. آقای مصدق، چندمین دوره است شرکت میکنی؟ من 3 دوره در مردان آهنی شرکت میکنم. 43 سال سن دارم،
قدم 187 سانتی و 125 کیلو وزن می. ماشاءالله با 43 سال سن فکر می‌کنید که به فینال برسید آقای مصدق؟ من دیگه از اون حالت استرس مثلا سالهای قبل خارج شدم و تلاش خودم رو می‌کنم تا مراحل رو یکی یکی طی کنم. انشاءالله که موفق باشید برای حسین مصدق عزیز که با 43 سال سن با این اراده در این مسابقات شرکت کرده و همه ورزشکاران خوبون آرزوی موفقیت می‌کنیم. با ما همراه باشید گروه ششم مردان آهنین مسابقات هیجان انگیز. مردان آهنی در گروه ششم کار خودشون رو با اسکات تعادلی 380 کیلوگرمی شروع خواهند کرد. آقای حسین مصدق اولین شرکت کننده ما هست، اما قبل از اینکه آقای مصدق کارشون رو شروع بکنن از آقای خودنگاه خواهش میکنم که در مورد این قسمت توضیحات لازم رو بدن. این آیتم اسکال تعادلیه، وزن 380 کیلو. دوستان ورزشکار رو باید مسافت 20 متر طی کنن در مدت 60 ثانیه و میتونن این وزنه رو بزنیم بذارن، متراژ هم حساب میشه. درست. باید این دوستانمون این وزنه رو انتهای وزنه رو از خط سفید که 20 متر است بگذارن. تشویقا رو ادامه بدید آقای مصدق. 187 سانتیمتر قدرشونه، 125 کیلو وزن، 380 کیلوگرم این وزنه تعادلی هست، خیلی مشکله. 260 کیلوگرم، 255 کیلوگرم این وزنه بیشتر از وزنه های مصدق هست. 13 متر های مصدق موفق شده در 30 ثانیه طی بکنه. یه مقدار مشکل هست، 43 ثانیه گذشت های مصدق. چند متر بیشتر نموده اگر های مصدق همت بکنه. 6, 5, 4, 3, 2, 1. آقای مصدق 15 متر و 10 سانت. 15 متر و 10 سانت. تشویق بکنید آقای مصدق رو، به هر حال کار بزرگی انجام داد با این سن و سال. بهش تبریک بگید. آقای علی‌الله کریمی دیگر مرد آهنین گروه ششم هستن که در خدمتشون هستیم. بسیار عالی. علی‌الله کریمی 380 کیلوگرم رو بلند کرد. یه مقدار اینجا تعادلش رو از دست داد. باید روی قدماش متمرکز بکنه. زمینی که تعادل این وزنه 380 کیلوگرمی بسیار مهمه. یک بار دیگه. هجده متر. آقای کریمی باید عجله بکنی، 42 ثانیه گذشت. پنجاه و شیش، پنجاه و هفت، هشت، نو و تمام. 60 ثانیه تمام شد. خیلی متشکر. چقدر شد آقای خودنگاه؟ آقای کریمی 18 متر و 50 سانت تونستن در 60 ثانیه این مرحله. سیاوش برفان مرد دیگر آهنین گروه ششم کار خودش رو آغاز خواهد کرد. سال پیش غیبت داشت، اما ببینیم امسال چه رکوردی رو میزنه. خود فکر میکنی سیاوش جان آماده هستی برای رکورد زدن؟ بعد نیستم، توی تست 16 ثانیه دادم، حالا این خیلی سخته. 16 و 56. نه 50. محمد محمدی رو میزنه؟ نه محمد قوی مسلط. انشاءالله که موفق باشی. آقای خودنگاه شروع میشه. 60 ثانیه 380 کیلوگرم برای سیاوش برفان که 105 کیلوگرم وزنش هست. قدش هم 1.89، قد خوبی داره، اما باید تعادل خودش رو حفظ بکنه. خیلی خوب حالا داره جلو میره. بسیار عالی.
هنوز مونده. کلن صحنه رو از بین برد. من تبریک میگم بهش. نه اختیاره. فکر کردی که این رکورد به دست بیاد؟ نمیدونم چنده ولی بعد من دادم. فکر میکنی چقدر؟ دوست زیر 20 ساعت باشه. ببینیم که آقا رکورد برفان رکورد خوبی بود، البته اینجا مکسش ولی باز خوب بود چون ما تو زنگین کردیم. 19 ثانیه 90 صدم ثانیه. 19 ثانیه 90. بینندگان عزیز ارجمند، حمید قرایی با 27 ثانیه رکوردی که در سال گذشته از خودش به جای گذاشت، یکی از مردان آهنی نیست که در دوره گذشته هم خیلی خوب ظاهر شد، به فینال مسابقات هم راه پیدا کرد، اونجا مقام چهارم مشترک رو به دست آورد که باید ببینیم امسال چه کار خواهد کرد. حمید قرایی یکی از کسانی هستش که با سن و سال کم خیلی خوب در مسابقات مردان آهنی شرکت میکنه، تا لحظات دیگر روی صحنه خواهد آمد. آماده ای بلند نکن. ببینیم که حمید قلعه‌ای 27 ثانیه خیلی سرعتش خوبه، فوق‌العاده داره کار میکنه. حمید قلعه‌ای یه لحظه تعادلش رو از دست داد، مجدد تا کارو بسیار محکم میذاره. بسیار عالی. حمید قلعه‌ای فکر میکنم رکورد خوبی از خودش به جای گذاشت. 21.44 صدم ثانیه. 21.44 رکورد خوبی است. خب ببینیم که دوستان ما در گروه ششم در قسمت بعدی چه کار خواهند کرد. همراه برنامه مردان آهنین باشید. امیدواریم رقابت‌های جذابی رو تقدیمتون بکنیم. آقای خود نگاه آماده است. بریم. گروه ششم مسابقات مقدماتی هستیم، مردان آهنین در مرحله دوم. ببینیم که حمل گونی ها به چه صورت خواهد بود. آقای خودنگاه توضیحات لازم رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد. بینندگان عزیز توجه داشته باشن که این مرحله گونی ها و داخل سبد است. سه تا گونی 120 کیلویی داریم و ورزشکارای ما باید بنازن داخل سبد، بهترش 10 متر و دوستانم باید بعد از اینکه آخرین گونی رو داخل سبد انداختن از خط پایان بگذارن تا تایم شه. 60 ثانیه هم تایم دارن. بله ببینیم از این گروه کسی میتونه رکورد محمد محمدی با 24.53 رو بزنه یا نه. باید ببینیم آقای حسین مصدق و آقای حبیب الله کریمی دو شرکت کننده این مرحله ما هستن. حسین مصدق با 43 سال سن واقعا یکی از ورزشکاران با اخلاق و خوب ما هست. یه مقداری عجله کرد اما با یه اصیل خاص کیسه دوم رو هم پرتاب کرد. حبیب‌الله کریمی دو امتیاز رو از مرحله قبل داره، حسین مصدق یک امتیاز. حسین مصدق تلاش خودش رو انجام میده، حبیب‌الله کریمی از خط زودتر گذشت. ببینیم حسین مصدق چطور. باریکلا به هر دو ورزشکار رو آفرین میگیم. خب حسین مصدق، آقای حسین مصدق 40 ثانیه و 66 صدم ثانیه. 40 ثانیه و 66 صدم ثانیه برای حسین مصدقی که 43 سال سن داره. آقای تشویقش کنید. آقای کریمی 35 ثانیه و 74 صدم ثانیه. 35 ثانیه و 74 صدم ثانیه برای آقای عیب‌الله کریمی که سال گذشته در این مرحله موفق نبود، امسال با تلاش خوب موفق شد. دو ورزشکار دیگر از مردان آهنین گروه ششم باقی مونده. همراهی کنید این قسمت.
امیر قرایی و سیاوش برفان. ببینیم که دو شرکت کننده ما در این قسمت چه کار خواهند کرد. آیا رکورد محمد محمدی رو خواهند شکست یا خیر؟ فعلا که رکورددار هست با 24 ثانیه و 53 ثانیه. سیاوش برفان با آمادگی خیلی خوب در این مسابقات شرکت کرد. امیر قرایی یه لحظه عقب افتاد. باری کلا امیر قرایی جبران کرد. امیر قرایی خیلی باهوش عمل میکنه. امیر قرایی فکر میکنم رکورد خوبی رو بزنه. سیاوش برفان هم آخرین کیسه رو میاره روی سینه و بلند میکنه و باری کلا به امیر قرایی. ببینیم سیاوش برفان چه رتبه رو کسب کرد، چه ثانیه رو برای خودش به دست آورد. آقای سیاوش برفان 31 ثانیه و 37 صدمه ثانیه. 31 و 31 ثانیه و 37. تشویق بفرمایید. آقای قرایی 29 ثانیه و 34 صدمه ثانیه. 29 ثانیه و 34 صدمه ثانیه. خیلی خوب بود. رکورد خیلی خوبی بود. به این ترتیب حمید قرایی 4 امتیاز، سیاوش برفان 3 امتیاز، حبیب الله کریمی 2 امتیاز و حسین مصدق 1 امتیاز رو کسب میکنن و به مرحله بعدی میریم. با مردان آهنین گروه ششم همراه باشید. مردان آهنین گروه ششم دور مقدماتی همراه هستیم در مرحله سوم که توضیحش رو آقای خودنگاه خواهند داد. مرحله سگانه هست. من فقط سریع بگم که حسین مصدق 2 امتیاز رو داره، حبیب الله کریمی 4 امتیاز، سیاوش برفان 7 امتیاز، حمید قرایی 7 امتیازی هست. ببینیم که در این مرحله چه کار خواهند کرد. دوستان ما آقای خودنگاه توضیحات رو بدید. خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که آیتمی که ما در نظر گرفتیم سگانه هستش. غلطاندن لاستیک 400 کیلو یک بار، بلند کردن و حمل وزنهای چمدان 150 کیلویی به متراژ 10 متر و بالا سر بردن کنده فلزی به بالای سر. 60 ثانیه هم تایم داره. درسته؟ بله. اگر یکی از دوستان نتونه حرکتی رو انجام بده چه امتیازی هم کسب می‌کنه؟ ببینیم که حسین مصدق اولین شرکت کننده ما در گروه ششم چه کار خواهد کرد. بله، حسین مصدق. باری کلا حسین مصدق. با خب مکس لازم میکشه روی سینه. بسیار عالی. خب حسین مصدق با... اما من اگر یک چند صدام ساید دیگه گفتم فکر کنم حرکت میکرد. حالا ماشاءالله خیلی حرکت خوب انجام دادم. آقای مصدق 33 ثانیه و یک صدام ثانیه. 33 ثانیه و یک صدام ثانیه. باری کلابه حسین مصدق. آرزوی موفقیت بوده. شاید در مرحله بعدی هم موفق باشه. با مرد آهنین دیگر در خدمت شما خواهیم بود. حبیب الله کریمی دیگر شرکت کننده ما هستن که ببینیم در این قسمت چه کار خواهند کرد. سال گذشته هر چه تلاش کردن نشد ولی امسال انشالله رکورد خوبی رو بست. خودشون به جای خواهند گذاشت. شروع شد. 60 ثانیه برای حبیب الله کریمی. یک فشار مضاعف. باری کلا به حبیب الله کریمی.
خیلی سخته این قسمت، حمل دو چمدان 150 کیلوگرمی 300 تا حالا 700 کیلو رو جابجا کرده، میکشه رو سینه. بسیار عالی، بسیار عالی، باری کرد. های بیا اینجا باف کن که اول تو بوسه دستشم کنده شد. ببینیم که چیکار کرده. آقای کریمی 33 ثانیه و 81 صدم ثانیه. 33 ثانیه و 81 صدم ثانیه. بله. آقای کریمی سال گذشته موفق نبودی روی آنته؟ نه. امسال الحمدلله موفق شدی. بله. تمرین داشتی؟ بله تمرین داشتم. چقدر؟ خیلی کم. کم؟ آره تو این آیتمو کار می‌کردم، لاستیک می‌زدم. درسته. ولی اگر فکرم چمدون رو سریع‌تر می‌بردی امتیاز می‌گرفتی. چمدون به خاطر دستم بود. درسته. کنده شده بود قبلا. به خاطر اون بود. اون تو چمدونم خوبه. ان شاء الله در مرحله بعدی. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ دیگر مرد آهنین. سیاوش برفان مرد اخلاق دو سال پیش مردان آهنی در این قسمت آماده میشه، 7 امتیاز داره. ببینیم که در این قسمت چه کار خواهد کرد. یه مقدار اولش اجاره کرد. باری کلاب سیاوش برفان عالی کار میکنه. سیاوش برفان واقعا از ورزشکاران خوب ما هست. سال گذشته غایب بود اما امسال با آمادگی خوب شرکت کرده. یه مقدار اشتباه کرد. منحصر به فرد بودین. خط سبزم نید، فکرم سبز هست. سبز هست؟ مرکوزی ندارن خود نگاه. بله، چشم دیگه سیاهی میده. خطای دیدی جا چون به حال به تبریک میگیم همین که تا انتها بودی. واقعا نالا خوب هست. ببینیم فکر کنه چقدر. خدا کنه زیر سی باشه. خدا کنه زیر سی باشه. زیر سی هست؟ 24 ثانیه. خوبه. بهتر حساب کنیم مشتری جا. مشتری جا. 33 ثانیه و 46 دادم ثانیه. 33 ثانیه و 46. اگه یادتون باشه در سال گذشته حمید قرایی در این بخش با 21 ثانیه و 19 صدم ثانیه یک رکورد خوب رو از خودش به جای گذاشت. ببینیم که این رکورد رو بهتر میکنه امسال یا نه. سیاره حمید قرایی، سرعت و قدرت، جسارت و جنگندگی. رکوردش باید فوق‌العاده باشه. 17 ثانیه و 68 صدم ثانیه. 17 ثانیه و 68 صدم ثانیه. بله بسیار عالی. با ما همراه باشید با مردان آهنین گروه ششم که به این ترتیب حمید قرایی در این مرحله 4 امتیاز میگیره، حسین مصدق 3 امتیاز، سیاوش برفان 2 امتیاز و حبیب‌الله کریمی 1 امتیاز رو گرفتن. بریم با این عزیزان به مرحله بعد ببینیم که چه کار خواهد. بله با گروه ششم مردان آهنین در خدمتتون هستیم و در مرحله چهارم دور مقدماتی که ببینیم چیکار خواهند کرد. این قسمت های خودنگاه توضیح خواهد داد و به شما خواهد گفت که ورزشکان قرار هست چیکار بکنه.
خدمت بینندگان عزیز کنم که حمل کشیدن این وزنه 360 کیلویی به متراژ 20 متر دوستان ورزشکارمون بعد به صورت کشیدنی از پشت این وزنه رو بکشن بله. و از خط پایان بعد انتهای این بگذره تا امتحان شد. یعنی روبروی وزنه بعد بله بله. در دو گروه 2 و 4 دیدیم. بله دیدم. 60 ثانیه تایمشه و دوستان توجه داشته باشن که من یه توضیح بدم که بله. این اصلا چی هست. این یک قالب بلوکسنیه، بلوکایی که سنگ فرش خیابون‌ها هستش بسته. دوستان و بینندگان توجه داشتن توی شهر که این قالب های اون بلوک ها هستش. درسته، یعنی بدون اون سیمانش میشه 360 دو دست، البته دو دست قالبه درسته. که روی هم دیگه گذاشتیم ما. درسته، دوست تبرستان همون تحویهش کرده که دوستان همون انشالله موفق باشن. خیلی متشکر. ببینیم که دوست عزیزمون جناب آقای عبدالله کریمی مرد آهنین گروه ششم چه کار خواهد کرد در این بخش. عبدالله کریمی پنج امتیازی هست با سوتای خود نگاه کارش آغاز میکنه. 20 متر 360 کیلوگرم وزنه هست. در دور گذشته موفق شد با 33 ثانیه 81 صدم ثانیه سگانه رو به پایان ببره و بچه یک امتیاز کسب بکنه. این گروه گروه بسیار مشکلی هست که حمید قرایی هم در این گروه حضور داره. حمید قرایی رکورددار گروه ششم تا این لحظه هست از بابت امتیاز. 30 ثانیه گذشت. بسیار عالی، خیلی خوب بود. خب آقای کریمی، آقای کریمی 43 ثانیه و 72 صدم ثانیه. 43 ثانیه و 72 صدم ثانیه، تشویقش بکنی. خب سیاوش برفان دیگر مرد آهنین ما در این گروه است. بذار من فقط بپرسم سیاوش، یه سوالی بپرسم. سیاوش برفان به چه معناست؟ نمیدونم. حالا فکر نکنی راجبش؟ فکر میکنم برفی که زیاد باشه میگم برفان جمع دیگه. برفا؟ جمع برفه. فکر نمیکنم ولی منطقه نیست در بسا استان. فقط مهم فامیلی برف فام هم هست ولی فان نون داشته باشه آخرش فقط مهم و برادر هم پس جمع برفه اینجا که تو میگی. خیلی خوب که چجوری برفه بشه جمع زد؟ فقط سیاوشی که میتونی برف رو جمع بزنه. خیلی خوب ببینیم که سیاوش برفان چه کار خواهد کرد. تحلیل رفته. امتیاز سیاوش برفان یا تو باشه حرکت اول 4 امتیاز گرفت، حرکت دوم 3 امتیاز، حرکت سوم 2 امتیاز. حالا این رو هم باید ببره عبدالله کریمی که 43 ثانیه این حرکت رو انجام داد. 43 و 72. ببینیم سیاوش برفان چه کار خواهد کرد. کفشش یه مقدار نامناسب هست. آره حالا درست شد. تلاشش قابل تقدیر است. چند ثانیه بودن ببینید؟ 53 ثانیه شد. بسیار عالی. 60 ثانیه دارم. آقای برفان 11 متر و 30 ثانیه. 11 متر و 30 ثانیه. بله. بعد آهنین آقای حسین مصدق هست. از ازش اجازه گرفتیم که با یکی از تماشاگرها یا دو نفر ببینیم که چیکار میکنن. آیا میتونن این رو بکشن؟ چند متر بکشن؟ 1 متر. یک در چند ثانیه؟ 30 ثانیه. کسی هست که بتونه در 30 ثانیه 1 متر رو بکشه؟ یه رو به سکه تقدیمش میکنیم نقدن. بیان آقای اسمتون چیه؟ من حسین عبدالله. آقای عبدالله فکر می‌کنید بتونی بکشی؟ انشالله. آقای عبدالله 60 ثانیه وقت بدی؟ 60 ثانیه وقت. آقای عبدالله اگر نیم متر بود. آقای عبدالله نیم متر هم بکشه. چه؟ دیگه چی می‌خوای آقای عبدالله؟ بفرمایید. تشریف بکنید آقای عبدالله.
حاضر آقای عبداللهی؟ خوبه آقای عبداللهی. از لحاظ فنی خوبه الان. آره اونجوری هم خوبه. سعی تو بکنه آقای عبداللهی. تشویقش بکنی شاید زور زیاد شه. پونزه ثانیه گذشت. شد چند سانتیمتر؟ فعلا ما اگر جلوش حساب کنیم ده سانتیمتر. ده سانتیمتر. اگر پشت حساب کنیم فعلا هیچی. اما حالا ما از جلوش حساب کنیم. آره از آبا. اگر تا اون تا اون 25 متر و نیم بکشه. ببین اگه تا اینجا بکشی آقای عبداللهی بردی ها. همین جلو رو. نه سرکا سرکا آرخا نگاه کشی؟ آقا تشویقش رو کنید کشی آقا خود نگاه بگن کشی آقا سخت بود؟ خیلی سخت بود سخت بود؟ خیلی سخت خیلی 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 سخت بوده خیلی متشکرم آقا عبدالی ممنون از لطف شما تشویقش بکنید حسین مصدق 360 کیلوگرم خیلی خوب جریم داره جدا ماشالله حسین مصدق یه مقدار کفشاش یاد داره کفشش فکر کنم یاد داره 36 ثانیه بهتره 53 ثانیه 4 3 2 1 آقای مصدق 14 متر و 10 سان توانستن اینو بکشن 14 متر و 10 سان رکورد خوبه حتی کفشش هم اگر مشکلی بله کفشش هم اگر مشکل بود یکم قدم های ریستای هرچی برداره بهتر میتونه بعد براش آرزوی موفقیت میکنه از جمله واقعا ورزشکاران خوب ما هست حسین مصدق انشالله که در مرحله بعدی هم موفق باشه ببینیم آخری مرد آهنین ما در گروه ششم چه رتبه رو کسب خواهد کرد حمید قرایی از شرکت کنندگان خوب ما که رکورددار مرحله قبلم تا این لحظه هست با 17 ثانیه و 68 ثانیه در سگانه البته گروه هشتم مونده باید ببینیم که آیا کسی میتونه رکورد حمید قرایی رو بزنه یا نه واریکلا عجب سرعت خوبی داره ماشاءالله حمید قرایی ورزشکار جوان خوب ما که و عشق مربیان خوبی هم داره امیر قرایی و رضا قرایی اون رو پشت میکنن فوق‌العاده بود کارش بیست و سه ثانیه و نود و دو صدم ثانیه این رکورد فوق‌العاده برای حمید قرایی خیلی خوب بود ببینیم که بهترین رکورد دست الان حمید قرایی هست تا این لحظه البته در مرحله قبلم رکورد خیلی خوبی رو داشت ببینیم که در گروه آینده چه اتفاق خواهد افتاد این رکورد جابجا میشه یا خیر با ما همراه باشید گروه ششم آخرین مرحله مقدماتی رو تا لحظات دیگر برای شما اجرا خواهد کرد
بینندگان عزیز ارجمند، گروه ششم دور مقدماتی هست. بخش آخر ببینیم که در این بخش چه در نظر گرفته شده. شب‌های گذشته آشنا شدید با این بخش گروه‌های زوجی که در برنامه امسال مردان آهنین حضور دارن. می‌دونید که برنامه به صورت این شکلی اجرا شد که گروه‌های فرد یا آیتم‌های به خصوصی رو رفتن و گروه‌های زوج بخش‌های مختلف دیگه رو که این طراحی کمیته فنی بوده. آقای خودنما توضیح راجع به این قسمت بدید. خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که مرحله ما مرحله حمل نقشه است. نقشه 210 کیلویی، مترایش هم 25 متر رفته، 25 متر برگشت که مجموعا 50 متره، 60 ثانیه هم تایمشونه و دوستان دانشگاه در این مسافتی که طی میکنن اگر وزن رو بزنیم بندازن مترشون حساب میشه. در خدمتتون هستیم. من خدمت شما بگم که در گروه ششم حمید قرایی با 15 امتیاز فعلا صدرنشین است. سیاوش برفان 10 امتیازی است. حبیب الله کریمی 8 امتیاز، حسین مصدق 7 امتیاز. بنابراین سیاوش برفان، حبیب الله کریمی و حسین مصدق یک جنگ خیلی خوبی رو در این قسمت خواهند داشت. بله. آیتم دوم این امتیاز کم 4 3 2 1. بنابراین ببینیم در این بخش با خواهد کرد. 10 امتیاز سیاوش برفان. مشکل که برای بود سیاهش که اتفاق نیفتد که شاید بخواب بگم آقای دکتر سلطانی بیاد. آقای دکتر سلطانی یه شما تشویق بشید آقای دکتر سلطانی نشونی بدید. البته فکر میکنم کلن باید اینجا دو مرتبه آسفالت کنید. بله دیگه به لطف آقای برفان. بفهم 47 متر. آقای برفان 47 متر. بله تشویقش بکنید. با لحظات دیگر با دیگر مرد آهنین این گروه همراه خواهید شد. حسین مصدق دیگر مرد آهنین ما در این گروه هست. واقعا هم پسر خوب و با اخلاقی هست. آمده ای؟ حسین مصدق با حال یه مقدار هم سن و سالش بالا است حسین مصدق، اما با حال با غیرت نسبت مختلف رو انجام داد برای مسابقه قوی ترین مردان. چند ثانیه اش گذشته؟ 29 ثانیه. 30 ثانیه گذشت. بفهمید. بله بفهمید چقدر شد؟ آقای مصدق توانست 38 متر این وزن رو 38 متر بله. یه رقابت سخت و فشرده بین حبیب الله کریمی و سیاوش برفان حسین مصدق هست که یه اجازه بدید از خود حبیب الله کریمی بپرسم که چه امتیازی باید بگیره فکر میکنی که بره نیمه نهایی؟ امتیاز نمیدونم، فکر کنم اولی باید بگیرم، شاید درست شه. اصلا با سرعت ببنگاره ببینیم چی میشه دیگه انشاءالله. فکر میکنم چه رکوردی؟ نمیدونم، امتحان نکردم. بسیار عالی. ببینیم که حبیب الله کریمی عزیز چه کار خواهد کرد. باریکلا به حبیب الله کریمی. باید یک رکورد خوبی را از خودش به جای بگذاره تا با 8 امتیازی که داره بتونه به نیمه نهایی برسه اگر میخواد جزو مردان نیمه نهایی باشه. البته سیاوش برفان هم با 47 متر آقای کریمی توانستن 45 متر این نقشه رو هم 45 متر تشریف بکنید. آقای کریمی ما گفتیم الان دیگه روی
20 ثانیه میاریش اینجا. امتیازشو احتیاج داشتی. بله امتیازش احتیاج داشتم. آخرین مرد آهنی ما در گروه ششم در بخش آخر آقای حمید قرایی هستند. ببینیم که چه کار خواهد کرد و به نوعی حمید قرایی هم احتیاج به زدن این قسمت نداره، اما به احترام بینندگان اومده و انشالله یه رقابت خوبی رو هم داره. حمید قرایی جز خوبای ما هست همیشه. خب حمید قرایی رفت. های دکتر اتفاقی افتاد؟ آقای سلطانی تشریف بیارید. آقای قرایی 7.50 متر تونستن این مرحله رو. 7.50 متر بعد یه سکه ازش بگیریم. بله دیگه ما فکر کنیم سکه رکورددار از اون بره. تشریف بکنید حمید قرایی رو. انشالله که دست آسیب ندیده باشه. البته میبینید شما میبینید که در مرحله نیمه نهایی خیلی با قدرت تر از اینها عمل میکنن. باشه حمید قرایی 1 امتیاز رو از این مرحله گرفت و با 16 امتیاز به مرحله بعدی رفت. سیاوش برفان 4 امتیازی شد با 14 امتیاز به مرحله بعد رفت و حبیب الله کریمی و حسین مصدق که به ترتیب 2 و 1 امتیاز گرفتند با 10 امتیاز و 8 امتیاز نتونستند از این مرحله صعود پیدا بکنند. انشاءالله در مسابقاتی که سالهای آینده برگزار خواهد شد شرکت بکنند. به اتفاق آقای خودنگاه عزیز و آقای فاطمی باید با شما خداحافظی بکنید در این برنامه. قربان. بینندگان عزیز خدا نگهدار. خیلی متشکرم. خسته نباشید، میام خدمت مردم. خدا فرست و فردا. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز ارجمند که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. انشاءالله فردا با یک گروه دیگه، گروه هفتم، در خدمت شما خواهیم بود در دور مقدماتی. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. خدا نگهدارتون.